سالم جان، یه سوالی که برای من هست، یعنی چند روزی دارم بهش فکر میکنم. اینکه خب الان دختر ما 3 سال و نیمشه و یاد گرفته، چون من برای هر اشتباهی که میکنم میرم ازش معذرت خواهی میکنم. خدا رو شکر این رو در خودم رو تغییر دادم بتونم با این شرایط که برای آینده که یاد بگیره اون هم. و یه چیزی که همش دارم این روزا بهش فکر میکنم، اگه مثلا در طول روز 5 تا کار اشتباه میکنه و من خیلی ناراحت میشم و مثلا میخوام بگم نه کارت اشتباه بود، این کار نکن، سریعا میاد معذرت خواهی میکنه و این خیلی فکر من رو درگیر کرده. آیا این معذرت خواهی هایی که نیکی داره هی مدام مدام انجام میده، آیا ممکنه در آینده یه مثلا دیگه به کارش اصلا فکر نکنه، بخواد بگه خب من با یه معذرت خواهی حلش میکنم؟ یه چند روزی هی دارم به این مسئله فکر میکنم. ببینم شما تجربه دارید تو این قسمت. بله، من میتونم بگم به عنوان یه مادر، به عنوان متخصص یا چیز دیگه، به عنوان یه مادر، بله، این تجربه که شما میگین دقیقا من هم داشتم، دقیقا همین حرفی که همو اول زدم. شما تنها نیستین و هیچ مادر و پدر دیگه تو این موضوع تنها نیست. همه بچه ها مثل هم و همه مادر پدر ها مثل هم، نگرانی ها مثل هم هست. بله، من این تجربه رو داشتم و متوجه شدم که باید با دخترم صحبت کنم، باید ازش سوال بکنم و همیشه این کار رو میکنم. اگر تو این کار بد رو کردی، این کار اشتباه رو انجام دادی، داری معذرت خواهی میکنی، آیا کاملا متوجه هستی که چی شد، چه اتفاقی و چرا این موضوع بده؟ مثلا اگر یه کاری که ممکنه که یک آسیبی به فرد دیگه‌ای نده بشه و اون بچه درسته که با ناآگاهی این کار کرده، ولی خوبه که خوب فکر بکنه که اگه مثلا این بازی رو اینجا تو این مکان بکنه اتفاق میفته، چرا پس نباید بازی بکنه برای اینکه این اتفاق نیفته. یعنی مدام ما میتونیم که به بچه ها کمک کنیم که دلیل ها رو پیدا کنن، علت ها رو پیدا کنن با زبان ساده خودشون، با زبان کودکانه خودشون که متوجه میشن، دلیلش رو کاملا متوجه بشن تو این موضوع. من تجربه اینو داشتم که وقتی خیلی صحبت میکنم، سوال میکنم که آیا متوجه هستش که چه اتفاقی افتاده، نه که الکی معذرت خواهی بکنه و بره یه چیز عادی بشه، یه چیز ساده بشه. منم اجازه دارم یه چیزی بگم؟ حتما. یه چیزی که هست این که تو همین پروسه که اصطلاحا بهش میگم پروسه تنبیه، ما فکر میکنیم تنبیه زدن چیز بدیه، تنبیه یعنی جهت دادن درست به بچه. چند تا چیز وجود داره، همونطور که سالمه گفت، یکی صحبت کردنه. یکی از چیزهایی که ما یاد گرفتیم توی این مدت اینه که وقتی شما بچه شما قدش از شما خیلی کوتاه‌تره، وقتی شما از بالا با بچه خودت صحبت کنی، یعنی رو قدی که ایستادی و داری باهاش صحبت میکنی، تو داری اونو محکوم میکنی. پس وقتی داره از شما معذرت میخواد، به عنوان یک قدرت داره از شما معذرت میخواد، نه به عنوان یک همسر. خب اولین کاری که به ما یاد دادن بکنیم اینه که بشین وقتی داری با بچه صحبت میکنیم، مخصوصا تو زمان تنبیه. تنبیه به اون معنی که گفتم کتک زدن، نه نه، یعنی جهت دادن. همسط بچه شو تویش نگاه کن و بعد ازش سوال کن چی کار کردی؟ ازش سوال کن چی کار کردی. ما هم یاد گرفتیم اینا رو، فکر نکنیم ما همینجور که سالمه گفتش به عنوان متخصص یعنی آموزش کودک داریم صحبت، ما این خودمون یاد گرفتیم و تمرین داریم میکنیم. بعد قطعا اون یه تحلیلی داره از اوضاع، همینجور که شما گفتید خواهر، این بچه ها میخوان سریع پرونده رو ببرن، یعنی معذرت خواهی بیشتر براشون بستر پرونده است. و سوال این که چی کار کردی کمک میکنه که بچه شما فکر کنه را داره معذرت میکنه و بعد تحلیل میکنه موقعیت رو به شما میگه، شما کمک میکنید بهش که نزدیک بشه به اون جایی که هست و بعد ازش میپرسیم خب حالا برای کاری که کردی کار کنی. خب اینجا دو تا چیز هست، یکی که بعضی از کارها باید با معذرت خواهی تموم بشه، بعضی از کارهای جبران میخواد. یعنی مثلا اگر که مثلا تعمدن زده یه چیزی رو انداخته رو زمین عصبانی
شده زده یه لیوانی رو ریخته رو زمین، ببخشید کافی نیست، باید جمع بکنه، میدونید، یعنی باید بره اونجا رو خوش بکنه، تمیز بکنه، جمع بکنه. و بعد بدخواهیه. خیلی ما اشتباه بزرگی اول میکردیم وقتی میرسانا از ما معذرت خواهی میکرد، بهش مفتیم اوکی اوکی خب. و بعد یکی به ما گفت این اشتباه ترین پاسخ شما به میرسانا هست. وقتی میرسانا ازتون معذرت خواهی میکنه، شما بهش بگید بخشیدم، بعد بگید اوکی، وقتی حتی شما داره. و بعد در مقابل خدا در آینده خواهد داشت. وقتی به خدا میگه ببخشید، منتظر اوکیه، نه منتظر بخشیده شدن. وقتی تو جامعه میگه ببخشید، منتظر اوکیه، نه منتظر بخشیده شدن واقعی. خب و بعد اینو بعد از شما بشنوه که شما بخشیدیدش. میدونی اینجا یه مشکل بود که این مشکل حل شد. و بلا فاصله بعد از اون مهمترین مرحله تنبیه پذیرشه. شما بعدش باید بچه رو ببخشید، بغلش کنید و همون بنده بسته شه. یعنی دیگه شما بر نگردید به اون قبل که چه اتفاقی افتاده، اینجوریه، این تو آغوشش بگیرید، ببوسیدش، رابطه برمیگرده مثل قبل، سرد نیستید، قهر نیستید، در سکوت نیست، چهرهتون عصبانی نیست، همه چی برگشته به رابطه قبل از این اتفاق. و این یه پروسه ایه که به ما یاد دادن که با این پروسه برید جلو. و این خیلی به ما کمک کرد، خیلی به ما کمک کرد.